متشکرم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدین. متشکرم از انرژی خوبی که دارین. از این اولش معلوم است. و آرزو میکنم که حالتون خوب باشه و امشب یک شب خوب و گرم رو در کنار هم داشته باشیم. و چه جمعیتی همه جا. ببخشید اونجا روی پله ها نشستن دوستان و عذرخواهی میکنیم. اجازه بدین به عنوان کسی که سالها کار هنری انجام داده و بخش بزرگیش کمدی بوده، دل پردردی از شرایط این روزهای جامعه داشته باشم. سوالم اینه، چرا همه چیز تبدیل به شوخی شده؟ در یه سایتی عکس من و یک نماینده محترمی رو گذاشته بودن، نوشته بودن رأی بدین کدوم اینا بامزه ترن. اون 93% رأی آورده بود، من 7%. گفتم حتما اشتباه شده، سایت رو ریفرش کردم دیدم اون شد 95 من 5. قبول کنید کار برای ماها خیلی سخت شده. قبلا با اتفاقات جدی جامعه شوخی میکردیم، خیلی هم جواب میداد. الان اتفاقات جدی خیلی کم شدن، همه دارن شوخی میکنن. روزانه کلی ویدیو و تصویر و محتوای بامزه در فضای مجازی تولید میشه که زیر همشون یه چیز نوشته هر چی بهش اضافه بشه از طنزش کم میکنه. پس ما چی کار کنیم؟ چی رو با کدوم اضافه کنیم؟ به این دوستان هشدار میدم، اگه پاتونو از تو کفش مادر نیارین، پامو میکنم تو کفشتون. بگم میرم برای نمایندگی ثبت نام میکنم. اصلا شما دیگه مدیری لازم ندارین. یه ماشین میشه 30 میلیون، شوخی میکنید میخندید. میشه 40 میلیون، شوخی میکنید میخندید. میشه 60 میلیون، شوخی میکنید میخندید. بنزین میشه 3 تومن، شوخی میکنید میخندید. همینجوری پیش بریم، کم کم برای سر قبر هم استنداپ کمدین میارین. میکروفون رو برمیداره میگه کامران، امشب اولین شبیه که بابا نداری، لذت ببر از کولر روشن. میشه این تش. یه آقای خانم، شما تش بیارین، و یه خانم، و یه خانم. چش خانم شما تشریف بیارین. بله بفرمی. متشکرم. خب خوش آمدین خانم. ممنون. شغل شما چیه؟ بنده کارشناس فروش. کارشناس فروش. شما قربان؟ مشاور دیجیتال مارکتینگ. دیجیتال مارکتینگ. خیلی خوب. خنده‌دارترین چیزی که این اواخر شنیدین چی بوده؟ خنده‌دارترین از لحاظ اجتماعی، یعنی تو اجتماع امروز. از هر لحاظ. با یه مسئله جدی که مثلا شوخی شده. فکر میکنم همین مسئله بنزین 3000 تومانی بود که خیلی راحت اصلا باهاش برخورد کردم. بعد تازه مسافرت‌های خیلی وحشتناک هم برنامه‌ریزی می‌کردن. برای مردم. برای مردم خیلی راحت. یعنی میزان مسافرتی که بعد از بنزین 3000 تومانی برنامه‌ریزی می‌کردن فکر می‌کنم بیشتر شد. عجب، این نکته جالبیه، نمی‌دونستم. وقتی که با مسائل جدی شوخی میشه شما می‌خندین یا
ناراحت میشی؟ مثل همین چیزا؟ من معمولا ناراحت میشم. شما چی؟ اکثرا ناراحت میشم، اما اگرم بخندیم همون داستان خنده از گریه غم انگیزتر است. شاید آخه میدونید همه چیز رو آدم ها برای هم فوروارد میکنن، بعد آدم حس میکنه که خب این ناراحت شده برای من فرستاده، خوشحال شده، میخواسته منم خوشحال شم، میخواسته منم ناراحت شم. یه ذره آدم سر در نمیاره که این فوروارد کردن چرا. و چی کار باید کرد برای اینکه انقدر شوخی نشه مسائل و رسیدگی بشه؟ چون میدونید یه من همیشه اینو تکرار میکنم، شاید توی حرفای امشب هم باشه، یه موضوعاتی اصلا دیگه فراموش شده. یعنی قبل قدیم حرف میزدن، یه کاری مثلا جلسه ای میذاشتن، یه کاری میکردن، نه حالا اونم اصلا کلن تر مثلا آلودگی هوا دیگه هست، دیگه خوبیم، دیگه هست دوره هم، مثلا بنزین، مثلا نمیدونم محیط زیست، مثلا فلان، مثلا یه چیزایی دیگه. میخواستین چیزی بگین؟ بفرم. نه بفهمید. بفرم تموم. انتهای حرفتون ساخت. نه تموم شد. بفرم. شاید این جمله کلیشه‌ای باشه که هر کدوم از ما اول بعد از خود خودمون شروع کنیم تا برسیم به یه سطح بزرگتر. من به شخصه میگم وقتی خود من این مسئله عنوان میشه، اگر که اظهار نظر نمی کنم پس خوشحال هم نباشم. این میشه همین جزئه که اگر که طرف مقابلم میبینه خب هیچ عکس‌العملی نشون میدم، اونم همین عکس‌العمل رو داره، بعد این وسعت پیدا میکنه. درسته، کاملا درسته. به نظر من این شکلیه، وقتی تو جایی هستیم که همه دارن یه کاری میکنن، یه ذره متفاوت بودن بهتر درست. از اینه که درسته، کاملا درسته. به نظر من مهمترین چیز اول اینه که پروبال خودمون به این موضوع ندیم و موضوعات رو به انحراف نکشیم، چون بعضی موقعا یه موضوع جدی پیش میاد، خب این چند وقتم زیاد داشتیم موضوعات جدی و اما انقدر اینو به حاشیه میبریمش و به چیزای جانبیش میپردازیم که بعضی موقع شاید به قول شما طنز بشه و بعضی موقع مثلا موضوع اصلی اصلا فراموش بشه. درست. بهترین کار اینه که اگر خودمون سرشه تو اون موضوع نداریم، مطالعه کنیم از کتب درست، و اگر هم اطلاع نداریم باز از بقیه بپرسیم که اطلاع دارن. زیاد هم پروبال به این موضوع ندیم، ببینیم واقعا حرفی که طرف داره میزنه درسته، آیا وجهه علمی درستی داره یا نه. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. خانم بهتر بودن دستا بالا، آقا بهتر بودن؟ اینجا از خانوما هیچ استقبالی نمیشه. چرا؟ ولی چرا اینقدر تفاوت؟ هر دو خیلی خوب گفتن، نه؟ خانوما دستا بالا، آقایون دستا بالا، چقدر نامردن هم. خیلی خوب. مشکلی نداره آقای مدیری، روز مرد نزدیکه. نه نه، من میخوام که به هر دو هدیه بدم. متشکرم، متشکرم، خیلی ممنونم، خیلی ممنون. حالا درسته که همه چیز رو شوخی میگیریم، ولی خواهش میکنم حداقل در مورد این قضیه انتقال بیماری جدی باشین. جدیدن ویروس ها انقدر قوی شدن که با پنیسیلین جشن میگیرن، میگن اخ جون نوشیدنی رسید، الان اینجوری شدن ویروس. چند وقت پیش رفتم یه آمپول بزنم، دراز کشیدم، 2 دقیقه گذشت، دیدم که به جای اینکه بزنه داره با دقت نگاه میکنه. گفت این از اون آمپولا نیست، باید خود ویروس رو پیدا کنیم بزنیم بیخرونش. الان که داریم به تعطیلات عید نزدیک میشیم، قطعا با توجه به افزایش ماچ و بوسه ها خطر انتقال ویروس بیشتر هم میشه.
ما این عادت ستا ماچ از کجا اومده نمیدونم و چرا ما نمیتونیم ترکش کنیم. یعنی اگه وارد جزیره جزامی ها هم بشیم یه نگاه به آسمون میکنیم میگیم الهی خودم رو سپردم به خودت، لب و قنچه میکنیم میریم جلو. اصلا به نظر من ماچ یه چیز خیلی شخصیه، اصلا نباید اینجوری در طبق اخلاص گذاشت. در بسیاری از موارد حتی نمیدونیم طرف کیه. اول سه تا ماچ رد و بدل میکنیم، بعد میگن آقا شهروز هستن، پسردائی شوهرخاله فریدون. چرا؟ اصلا چه ماچی این داره؟ اول بپرسین طرف کیه؟ اصلا از کجا اومده؟ شاید اصلا مشکلی داشته باشه. یه بار پنجم عید بود، حساب کردم از صبح تا عصر 96 تا ماچ کرده بودم، فرداش تمام این ماهیچه های دور لبم درد میکرد. زنگ زدم به مربیم گفتم چیکار کنم، گفت تا یه مدت دست به سیبیلت نزن. موقع سیبیل داشت. خب نظریات شما که خیلی جذابه و خوب، پس کی سریال میسازی؟ بعدی لطفاً استقلالی ها. بعدی من بند کردم به دکور این سری. بعدی برنامه عالیه. بعدی دوست ندارم، نه رفاه مونده نه زندگی درست و حسابی، تو بمون که شیشه عمر منی. خدا اون روزو نیاره بشکنی. سلام، من هنوز دغدغم بنزینه، شما چطور؟ بعدی چرا فیلم برداری دیشبتون اینجوری بود؟ کلن خانم مهمان تو لانگشات بود. بعدی مدیری نذار بگم. بتون تزئینی و دکوراتیو در این پیج. بعدی یکی رو دعوت کنید که مو به تنمون سیخ کنه. تموم شد؟ خارجی ها معمولا آمارهایی رو در مورد کشور ما منتشر میکنن که واقعیت نداره. عرض میکنم مثلا یکیش همین که میگن ایرانی ها با هم معاشرت نمیکنن، اصلا اینجوری نیست. من خودم همین دیروز 5 دقیقه پیاده روی کردم، تقریبا هیچ کس بی تفاوت از کنار من رد نشد. یکی گفت ببخشید من از شهرستان اومدم، کیف پولم رو توی مینیبوس جا گذاشتم. گفتم ای بابا مدارک داشتی توش؟ گفت نه ولی همه یه پولام توش بود. گفتم فدای سرت، پولو همیشه میشه در آورد، قدر جوانی تو بدون. رد شدم رفتم. یکی دیگه گفت ببخشید آقا یه لحظه. گفتم جان. گفت من بیکارم، اینم نسخه همسرمه. من عینکم رو زدم، نسخه رو ازش گرفتم، گفتم پلاکت های خونش پایینه درسته؟ گفت که بله. قیمت داروها ولی خیلی بالاست. دور دوتاش خط کشیدم، گفتم اینا فعلا نیست ولی بقیهش رو اون داروخانه روبرو بگیر. جالبه که نفر بعدی هم اومد جلین، این رفت. یکی دیگه خیلی گرم سلام علیک کرد و اینا، گفت اکبری هستم، کارت شناساییش هم نشون داد. گفتم نیازی اصلا به مدرک نیست اکبری، قبولت دارم اصلا. گفت ما برای دختر خانم های دم بخت جهیزیه جمع میکنیم. گفتم بهترین کار رو میکنید، همینه، ادامه به جمع کنید.
گفت از این رسیدهای 50,000 تومانی چند تا بهتون بدم؟ نه نه من پول نمیخوام. ما اگه یخچال دست دوم تمیز کسی هدیه داد به من زنگ بزنید. خلاصه که کجای دنیا اینقدر مردم با هم معاشرت میکنن؟ کجای دنیای بچه کوچولو اینقدر حس مسئولیت پذیری داره؟ شیشه ماشین تو پشت چراغ قرمز تا تمیز نکنه نمیذاره بری، یا به زور 4 تا شاخ گل فرو کنه تو ماشینه. مهمان داریم، چه مهمان عزیزی، چه بازیگر درجه یکی. این عزیز دل 4 سال پیش مهمان دور همی بود، سری اول، قسمت های اول، شاید دومین یا سومین برنامه. خیلی 4 سال ازش گذشته و فکر کردیم که خالی از لطف نیست دوباره او رو ببینیم. برزو ارجمند. خوش آمدی. ما هم سه تا ماچ کردیم. آدم دیگه عادت کرده. خوش اومدی. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. و اگر سلامی هست. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار، همه بینندگان در منزل. خیلی خیلی خوشحالم. من قسمت اول دوره هم، مهمان اول دوره هم. اولین قسمت بله. سری اول. بله. خیلی عالی. بله. مرسی. بریم سر اصل مطلب. خیلی وقت کم پیدایی، چی کار میکنی بی حاشیه و بی سر و صدا؟ کار میکنم. چی کار میکنم؟ بازی میکنم. چی کار؟ چی بازی میکنم؟ یه چند تا سریال بازی کردم، یه چند تا فیلم بازی کردم. چند تا سریال، چند تا فیلم؟ توی چه مدت؟ توی همین 3-4 سالی که 3-4 سال. و خیلی بی حاشیه ای؟ قبول داری که خیلی بی حاشیه ای؟ آسته میرم آسته میام که گربه شاخ. یعنی کاری که میکنی بی حاشیه است یا خودت مدیریت میکنی که حاشیه نسازی یا نسازن برات؟ من واقعا فراری ام از حاشیه. یعنی مدیریت میکنی؟ بله. چه جوری میشه مدیریت کرد؟ هر کاری میکنن هنرمندا حاشیه دارن، یا فوتبالیستا، یا حالا خیلی خواننده ها، و هر کاری میکنن حاشیه خودشون دوست دارن. یا اینکه نه، بعضی وقتا اشتراب ناپذیره دیگه. مثلا من الان استقلالی هم، یه پست استقلالی بذارم میام به این فوش. یه برزو، برزو الان برای خودش امشب حاشیه درست کرد. نه ولی باور کنین آقای مدیری، مثلا دارم میگم در این چند سال گذشته کسایی که صفحه منو دنبال کرده باشن، من هیچ وقت بی احترامی نمی کنم. بالای صفحه هم نوشتم حتی اگه نقدی دارین مؤدب باشیم. و جز آدمایی هستم که می خونم مردم چی می نویسن، سعی می کنم که به اکثرشون جواب بدم، ولی خب وقت نمیشه. برای همین توی این چند سالی که من در فضای مجازی در این صفحه خودم هستم، نسبت به دوستان دیگه هم تو صفحه من بیادبی کمتر انجام میشه، خدا رو شکر. چقدر خوب. چند تا فالوور داری؟ 800، نزدیک 800 هزار. 800 هزار. نزدیکش. تو حالا خودت رو توی گوگل سرچ کردی ببینی چی میاد بالا؟ من یکم مشکل داره گوگل سرچ کردن، برای اینکه برزو ارجمند، خیلی ها برزو رو BORZOO می نویسن، بعد بعضی ها BORZOU می نویسن، بعد بعضی ها ارجمند و ارجمند می نویسن. یه چند بار سرچ کردم بد نبوده. می خوای جواب ندی؟ بگو میخوام جواب ندم. برای اینکه فارسی تایپ کن. نه فارسی که اصلا گوگل... نه فارسی اصلا نه دبل او میخواد نه او یو. برزو فارسی که تایپ میکنم که بیشتر جانیار میاد دیگه، برزو و پسرش. آها اون میاد. ولی چی میاد بالا تو گوگل؟ چی از قهوه تلخ. قهوه تلخ بیشترینش. من به نظرم همچنان شاهکار بازیگری طول زندگیت.
من بهترین کار کمدی که کردم قهوه تلخ بود. آره. و جالب اینه که من خیلی ترسیده بودم سر قهوه تلخ و به شما تا حالا نگفتم، ولی سیامک انصاری میدونه. من تا از زمانی که فیلم برداری، روز اول فیلم برداری تا زمانی که اولین قسمت، یعنی اولین قسمتی که من بازی داشتم وارد بازار شد، هر چهارشنبه 1000 تا صلوات میفرستادم. یعنی ترسیده بودی از اینکه نقشت در نیامده باشه یا اینکه؟ بله واقعا ترسیده، برای اینکه تمام دوستانی که کنار من بازی میکردن، خب اولا با شما خیلی کار کرده بودن، شما فهمی گفتین تا فرحزاد اونا میرفتن، من یکمی کنتر بودم، بعد من برای اولین بار بود داشتم تیپ بازی میکردم، من اصلا تیپ هیچ وقت بازی نکرده بودم. بعد مشهدی داشتم، لهجه مشهدی داشتم حرف میزدم، تا حالا این کارو نکرده بودم. بعدم من یه خاطره داشتم از شما سر برره، یه دفعه به من سیامک انصاری زنگ زد، ساعت 10:30 صبح بود، گفت برزو ما قرار بوده یه بازیگر مهمان داشته باشیم، نیومده، تو میای یه قسمت بازی کنی؟ گفتم آره حتما. اتفاقا اون روزم آف بودم، خیلی اتفاقی. بعد ما رفتیم سر صحنه، خب سکانس ها همینجوری داغ داغ میومد دست آقای مدیری، بعد بچه ها رو صدا کرد، یه سکانسی بود 7-8 نفر بازی داشتیم، به خدا یه ذره هم اغراق نمی کنم، آقای مدیری این یه دونه متنم بیشتر نبود، یعنی کپی نمی کردم به همه یه متن بدن، یه دونه متن بود دست آقای مدیری بود. نه اینکه خصیص باشیم ها، نه نه نمیرسید، نمیرسیدیم مثلا کپی کنیم، چون صبح میگرفتیم شب پخش میشد. بعد آقای مدیری اومدم، مثلا 4 صفحه یه سکانس بود، بچه‌ها واسه آقای مدیری به خدا اینجوری کردن، گفتن اینه 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 اینه، بعد همه گفتن بریم بگیریم، گفتم آقا چیو بریم بگیریم؟ نه اینه اینه که نمیتونیم بریم بگیریم. آره بچه‌ها اسکن می‌کردن دیگه، اصلا می‌دیدن اسکن می‌کردن متن رو. تو در یک خانواده هنرمند بزرگ شدی، روح شاد پدر، خیلی ممنون، که از بازیگران درجه یک بود و خیلی متشکرم، سالم باشن عمو جان، خیلی متشکرم، آقای داریوش ارجمند که هر جا هستن سلامت باشن. از کودکی وارد این ماجرا شدی و به واسطه زنده یاد پدر ها؟ من از اولین تئاتر که بازی کردم 3 سالم بوده و خیلی محو یه چیز رو یادم میاد، ولی من تا دبیرستان تصمیمم بود که موسیقی رو ادامه بدم. توی دبیرستان از مدرسه یه روز در رفتم، رفتم سینما فیلم یه روز در رفتی؟ نه اون یکی از روزهایی که در رفتم، رفتم سینما من فیلم من یه روز رفتم. آره منم همینجوری بودم مدرسه، بقیهش نبودم، در میرفتم. بعد توی سینما رفتم فیلم دندان مار، بازی آقای فرامرز صدیقی رو در دندان مار دیدم و تصمیم گرفتم بازیگرش. چند ساله بودی؟ فکر کنم 16 سالم. 16 سال و از اون موقع شروع کردی؟ از موقعی که تصمیم گرفتم که جدی بازیگر بشم. از این حرفه پشیمان نیستی؟ یعنی مثلا یه وقتی نمیگی کاش مثلا پدرم پزشک بود می بود یا مثلا چیز دیگه؟ والا راستش خدا همه رفتارها رو رحمت کنه، پدرم خیلی تلاش کرد من مهندس یا پزشک بشم، نشد، یعنی توانشو نداشتم، یعنی استعدادشو نداشت، اصلا نمیرفتم سراغش. من یه کمی دیگه دیپلمم طول میکشید بهم خونه سازمانی میدادن. خسته نباشی. آره ولی دانشگاه رتبه‌ام 2 شد. چه جوری میشه؟ اینقدر که مطالعه آزاد داشتم، تنها چیزی که نمیخوندم درس بود. و رشته هنر. بله خیلی خوب. کلیشه‌ای ترین نصیحتی که شنیدی چیه؟ کلیشه‌ای ترین نصیحتی که تا حالا شنیدی چیه؟ به خودت بیا. به خودت بیا. به نظرم این جمله خیلی طلاییه، یعنی انگار که آدمو تکون میده به خدا. حالا از نظر تو نمیدونم چرا کلیشه‌ایه، ولی یکی بهت بگه که به خودت بیا. خب دیگه همه میگن دیگه، مثلا توی حرفم، مثلا کار کمدی که زیاد میکنم، هی میگن به خودت بیا، هی میگم آقا من دوست دارم کاری که دارم میکنم، دوست دارم، میگن نه به خود، قدر خودتو بدون. آه چون کار کمدی میکنی؟ بله. خب ولی واقعا به خودت بیا. چشم. نه به طور کلی میگم، یعنی خوبه که اینو آدم‌ها به هم بگن. بالای 20 ساله که داری کار میکنی؟ بیشتر؟ دقیقاً 25 سال. 25 سال. و
پیشکسوت محسوب میشی. بخوای نصیحت آره. کنی چی میگی؟ 5 سال دیگه بازنشسته. بازنشسته میشی آره. حالا تو بخوای نصیحت کنی چی میگی؟ والا من همیشه به دوستایی که خیلی دوستشون دارم نصیحت میکنم که بدون عشق هیچ کاری رو انجام ندن. حتی بدون عشق زندگی هم نکنن. و جالبه که این جمله طلایی در ترم سوم دانشکده بین من و یه بحثی بود بین من و خدا بیامرز عارف توی دانشگاه و بعد به این نتیجه رسیدیم که آقا بدون عشق نمیشه. روح شاد. واقعا روح شاد. پسرت به سنی رسیده جانیار که خودش انتخاب کنه میخواد چی کار کنه در آینده یا تو باش حرف میزنی؟ یه چند تا کار رو انتخاب کرده. حالا ببینیم چی هست؟ اولش که میخواد خلبان شه. خب بعدش میخواد بازیگر هم باشه. بعد در کنار بازیگری میخواد فوتبالیست هم باشه. بعد یه چند وقت پیش گیر داده بود من میخوام گیمر بشم. گیمر؟ آره. ولی الان چیزی که خیلی بهش توجه داره و مثلا تمام ایرلاین های مختلف رو میشناسه و میدونه مثلا چند تا هواپیما مثلا در ایران ایر هست، چند تا در خلبانیه. بله. چند ساله شد جانیار؟ جانیار الان 6 سال و نیم. ای جانم. خب چرا امروز انقدر جدی و بیمزه ای؟ من اصلا جلو شما معذب سوالایی که میکنین خیلی جدی آخه. سوالا؟ آره خیلی آدم. بعد اصولا من از شما میترسم. نه من چیکار؟ من کاری ندارم اصلا. سر یه کاری بودیم مثلا 5 ماه بود حقوق نگرفته بودیم. بعد من معتقدم به من ربط نداشت. آره آره نه. نه اینا رو خب به توضیح بدهید نشسته منو خراب میکنه. الان من کارو حقوق ندادم. بعد دیگه ما خیلی عصبانی بودیم و خیلی ناراحت بودیم. بعد گفتیم ما یه جلسه احتیاج داریم با آقای مدیری، می‌خوایم بگیم که ما دیگه جلو دوربین نمی‌خوایم بریم. بعد جلسه گذاشتیم و یکی یکی برای آقای مدیری حرف زدیم. بعد آقای مدیری گفتن که من اگه جای شما بودم 48 ساعت دیر می‌شد نمی‌اومدم، ولی اگر میتونین به خاطر من بیاین. همه گفتیم بریم دیگه، بریم فیلم بعد. این لطف شما و بچه‌ها بود همیشه به من. پدر بودن چه خصوصیاتی رو در تو به وجود آورده و پررنگ کرده؟ بیشترینش اینه که دیگه الان قبلا دلم می‌خواست جایزه بگیرم، نمی‌دونم خیلی پرواز کنم توی الان فقط مثلا به فکر اینم هوا آلوده نباشه، بچه‌م نفس بکشه. آره مثلا هر کاری می‌خوام بکنم فقط به جانیار فکر می‌کنم. آره واقعا هم همینطوره. همینطوره. راجب ازدواج بگو. چی شد؟ من همسرم ایران زندگی نمی کرد، اومد یه سفر پدر مادرش رو ببینه، من گرفتمش. کاش اینجا بود ازش می پرسیدم که خوش، یعنی پشیمون نیست که اومد پدر مادرش رو ببینه؟ فکر کنم باشه، ولی 15 ساله هیچی نگفته. 15 ساله که ازدواج کردی؟ بله. و همسر برزو، خب ما از سالهای سال، چون همسرشون هم گریمور هستن و سالهای سال با هم کار کردیم، انقدر مهربانن، انقدر خانم خوب، انقدر مادر خوب، انقدر همسر خوب و درجه یک مثل خود برزو. و امیدوارم همیشه سالم باشید، در کنار هم ما باشید. ما 0 تا 100 ازدواجمون 20 روز طول کشید، یعنی ما 20 روز هم کمتر. من 20 خرداد رفتم خواستگاری همسرم، 3 تیر عقد کردم. و چی گفتی اولین بار؟ چی گفتی؟ به پارمیز؟ بله. که برای ازدواج هم بله. بودم زن من میشی؟ بعد چند روز این جمله رو گفتی؟ بعد 2 ساعت. 2 ساعت؟ یعنی 2 ساعت دیدی؟ نه نه ما هم کلاس دانشکده بودیم. آها.
ما هم کلاس دانشگاه بودیم، همدیگر رو میشناختیم. بعد بنا به دلایلی من یه تایمی نمیتونستم کار کنم، بعد بهم زنگ زدن که پارمیس اومده، بعد گفتم که من میرم دیدنش، رو زنگ زدم و قرار گذاشتیم. من پارمیس رو سوار کردم، به خدا بدونی که فکر کردم با من ازدواج میکنی، و گفت یکم فکر کنم، گفت باشه. یعنی همون موقع جواب داد؟ بله. چقدر یه دو دقیقه مثلا فکر کرد و جواب؟ کلا فکر کنم 3 دقیقه و نیم خیرشو ببینی. فکر کرد. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. اگر این کارو نمی کردی چی کار می کردی؟ اگر حرفتی نبود یه شغل دیگه، یعنی راننده ترانزیت می شدم. ترانزیت؟ بله. یعنی بین ایران و کشورهای دیگه؟ بله. کامیون؟ تریلی. تریلی دوست داری؟ تریلی دوست داری؟ خیلی. تریلی دوست داری؟ چقدر با احساس. میگن هنرمندها چقدر احساس و چقدر لطیفن، چقدر روح لطیف. تریلی دوست داره. نه دلیلش رو بگم، برای که مثلا اون موقعی که مثلا من 2 سال رد شدم مدرسه، بعد با خودم فکر کردم خدای من اگه دانشگاه، چون پدرم گفته بود اگه دانشگاه قبول نشی اجازه نمیدم بری جلو دوربین، یا میری دانشگاه بعد میری جلوی دوربین، یا اصلا این حرفه رو فراموش کن. بعد موقعی که گواهی نامه گرفتم مدرسه میرفتم دیگه، مثلا با ماشین رفتم مدرسه. بعد با خودم یه روز فکر کردم که اگه من نتونم برم دانشگاه چیکار میتونم بکنم، دیدم فقط رانندگی بلدم. آها. بعد گفتم که چه کار رانندگی با حال با اولین تریلی که دیدی؟ یک دل نه صد دل عاشق تریلی شد. نه اصلا این همه احساس تو وجودی مرد، به خاطر واقعا سفرش واقعا دوست دارم. هنوزم که هنوز من سفر با ماشین رو بیشتر از سفرهای دیگه دوست دارم. و با تریلی میتونی رانندگی کنی؟ یه بار رانندگی کردم. یه بار رو کرد. خیلی خوب. از شوخیایی که تو بچگی میکردی بگو یکم. برزو معروفه به اینکه شوخی‌های بسیار وحشتناک، خشن، جوف پا، مثلا رفته تو شکم یه نفر تا بردن بیمارستان، بعد قش قش خندیدن. یعنی شوخی‌های اینجوری می‌کرده سال‌ها. فقط با یه نفر. کی؟ با علی پاشا شیرینکار، یکی از دوستان بود. ما شوخی‌هامون در حد مرگ بود. چرا؟ دیوونه بودیم. یعنی ما صبح که بیدار می‌شدیم تصمیم می‌گرفتیم که مثلا فکر می‌کردیم که چه بلایی سر هم بیاره. با یه نفر اینجوری بود فقط. شوخی‌هاشون در حد مرگ بوده. عشقش هم اینه که راننده ترانزیت بشه، تریلی داشته باشه. مثلا علی پاشا یه بار چاقو زد تو دست من. تو دستت؟ من یه بار با ماشین زدم بهش. خیلی هم عالی. شروع جملاتش هم گفت که تو هر کاری انسان باید عشق داشته باشه. واقعا با عشق این کارو با علی پاشا میکردم. مثلا با عشق با ماشین زد. جیگرم حال میومد باور کنیم. خیلی خدا رو شکر که ما با هم شوخی نداریم. و برزو خیلی صدای زیبایی داره، خیلی گیتار میزنه و میخونه. و موسیقی رو هیچ وقت جدی گرفتی؟ به طور جدی دنبالش بری یا؟ یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگیم همه که جدی نگرفتی. بله. اشتباه کردم، جوونی کردم. چند تا ترک ولی ضبط کردی؟ اونم واقعا ترک های حرفه‌ای به نظر خودم نیست، یه چند تا تیتراژ سریال خوندم و دو تا هم ترک. ولی صدای گرمی داری، من صدات رو دوست دارم. این که شما بگین برام. نه واقعا خواهش میکنم دوست. ولی میخوای کاری کنی؟ نه. نه. فکر کن الان شب من یه فضای رمانتیک بسازم. فکر کن الان شب پر از ستاره، هوای خوب، پشت تریلی نشستی، داری میری به سمت ارمنستان مثلا. زمینی واسه خودت زمزمه میکنی. چی زمزمه میکردی؟ قابل پخش نیست.
باش بذارید یه کمی درست میشه. شما خودتونم، من یه نفر میشستم شوخیاتون عجیب غریب بود دیگه. من؟ بله بله جانم بفرم. اصلا من یادم شما توی بازی گفتین مثل کوفته تبریزی میزانمت تو کوفته میزن. کوفتنش فرق میکنه با با ماشین بزنی به یکی؟ اون که کوریه، آدم خیلی حرفا میزنه. خب من ولی نه ولی یه خاطره بی نظیر خنددار بگم برای این که بله بله من یه کاری رو با آقای مدیری با همدیگه خدا رو شکر من میتونستم باهاشون بازی کنم. بعد اون کار شمال بود، بعد قرار شد که برای تو راهمون، یعنی من با ماشین آقای مدیری بریم، بعد برای تو راهمون قرار شد همسرم کتلت درست کنه. بعد من رفتم دم خونه آقای مدیری، ما هنوز به اتوبان 100 تموم نشده بود، کتلت ها تموم شد. 25 تا کتلت انقدی بود با نون تافتون انقد. قبل از شروع اتوبان بابایی هیچی نداشتیم. نه بعد آقای مدیری سوار ماشین شدم، منم اینه یک کتبانون بغل بود ساندویچ رو میپیچم. آره خیلی لطیف، گوجه میذاشت، خیارشور میذاشت، اینا لوله میکرد، یه ذره نمک میذاشت. خودم نمیخوردم چون نمیرسیدم. میداد آره. آقای مدیری هم اولین نشستم تو ماشین، مثلا ماشین حرکت کرد، گفتم سفر شروع شد دیگه. آره یعنی قشنگ این دو تا گراز. آره دور از جونت. آره خواهش گرازتونم. خب نه یه چیزی یادم افتاد، نه نمیپرسم. چند تا سوال میکنم با بله یا خیر فقط جواب بده. چشم. اگر فرصتی باشه که برگردی به عقب همین کار رو ادامه همین میای تو همین کار؟ بله. نقد پذیری؟ بله. قانون گریزی؟ به من داری میگی یا خیر؟ ولی همین الان که میمدم اینجا یه قانون گریزی کردم، ولی اصولا نه. اصولا نه. تا حالا خلاف کردی؟ بله. دوست داشتم بگی نه. اهل رقابتی؟ بله. مشهوری؟ محبوبی؟ بله. خدا رو شد. تا حالا دزدی کردی؟ بله. دروغی گفتی که تا امروز پنهان مانده باشه؟ و بله. هیچ کس نفهمید. و به همسرت؟ خیر. میتونی بگی به کی؟ بابام. و تا امروز پنهان مونده؟ بله. روح شاد. ممنون. اهل غیبت کردن هستی؟ نه. به هر دلیلی جایگاه کسی رو متزلزل کردی؟ حتی با حرف؟ خیر. کمکم کردم که بره بالا. بعد وقتم پشیمون شدم. خب حالا سوالای دیگه هم اگر قرار باشه یک مسئولیت بزرگی به عهده تو گذاشته بشه در جهت فرهنگ و هنر در کشور، اولین کاری که میکنی چیه؟ چقدر سوال سختی. آخه این در مورد سیاست گذاری هنر من زیاد واقعا
سیاست گذاری. اصلا اینو خیلی دلی بگو، یعنی فکر می‌کنی اولین کاری که انجامش بدی یا دستورش رو بدی چیه؟ اولین کاری که دستور بدم و شدنی باشه اینه که تعداد سالن‌های تئاتر و سینما ایران رو 100 برابر کنم. این سوال رو من از خیلی از مهمونا میپرسم، چرا به نظرت مردم اینقدر خشمگینن نسبت به هنرمندا، سلبریتی ها و غیره؟ یه مدت این خیلی زیاد شده. سلبریتی چی اصلا؟ دلیلش اینه؟ آقای مدیری، تا زمانی که این فرهنگ وجود داشته باشه که فکر کنن ما آدم های بسیار بسیار پولداری هستیم. آقا من 25 ساله دارم کار میکنم، این تومن مثلا زندگیمو بفروشن این تومن میشه، که این این تومن مثلا دارم بهتون میگم مثلا میشه 3 میلیارد تومن. تازه این 3 میلیارد تومن 70% تورمه، اصلا ربطی به من نداره. یعنی اگه مثلا خونه تو، ماشین تو، همه آره چی مثلا همه اینا رو مثلا جمع کنن مثلا میشه 3 میلیارد تومن، که این در حقیقتش باید مثلا باشه 500,000 تومن. بقیهش مال تورمه که رفته بالا، اصلا به من ربطی نداره. بعد از 25 سال کار یه نفری شما بریم پیدا کنین دیگه، 25 سال طرف داره کار میکنه، جز موفق هام هست توی حرفه خودش، حقوق میگیره، نمیدونم 1000 تا کار دیگه میکنه، بعد 25 سال بالاخره یه چیزی باید جمع کنه دیگه. یعنی اگر واقعا جمع نکنه آدم بیورزهی بوده. بعد همه الان فکر میکنن که ما توپ تکونمون نمیدونه. آقا به خدا اینجوری نیست. من در همین سال 98 مجموعه روزهایی که رفتم جلوی دوربین زیر 3 ماه بوده. حالا شما من این 3 ماه هر چقدر حقوق گرفته باشم در 12 ماه تقسیم کنین، اصلا عددی نیست. عارف لرستانی قبل از فوتش 9 ماه بیکار بود. 9 ماه بیکار بود. مگه خود شما در دورانی نشده که 4 سال بیکار بودین شما چقدر باید پول گرفته باشین؟ ضبط در اون 48 چند ماه میشه، ضبط در اون ماه ها بکنه ببینید حقوق آقای مدیری چقدره. برای من پیغام دادن از بندر عباس که میشه برای ما یه خونه بخری، من اصلا نمیدونم راجع به من چی دارم فکر میکنم. خب ببین، من یکی از دلایلش رو من بگم. هیچ کس راجع به تو اینجوری فکر نمیکنه. چرا آقای نه، مدیری؟ نه راجع به تو اینجوری فکر نمیکنن. ببین، بعضی از ماها توی فضای مجازی بغل لامبورگینی وای میسیم، درشو میدیم بالا، عکس میگیریم، ساعتمون فلانه، اون خانومه میاد راجع به تک تخمیش استوری میذاره، الماس فلان، از اینجا نمیدونم چی بخری، اون یکی باب اینها خودشون دلشون میخواد که مردم فکر کنن که اینا میلیاردرن. حالا یا هستن یا فیکه، نمیدونیم. اما مثلا راجع به تو که داری زندگی تو میکنی، هیچ وقت از این شعافای اینجوری نداشتی و و و بعید میدونم کسی راجع به تو. منتها توی دورانی زندگی میکنیم که این خشم یه دفعه عمومیت پیدا میکنه. خستن یه مردم خستم هست. تو هم با آتیش بقیه میسوزی، یعنی هم خشکتر میسوزن. کلن میگن هنرمندا. این آدمهایی که شما دارین میگین به نظرم به تعداد انگشتان دو دستم حتی نیستن. یعنی شما تعداد ما آره. چون ولی من... اینا تو چشمن و میگم بقیه هم با آتیش اینها میسوزن. یه نکته خیلی جالب همین چند روز پیش خوندم، اگر که واقعیت نداره برگردن اون کسی که نقد کرده. من شنیدم که گردش مالی سینما ایران 2 سال پیش در سال 290 میلیارد تومان بوده. فقط یه بنگاه معاملات ماشین در خیابان 800 میلیارد بوده. اصلا ما در یک صنعت کاملا ورشکسته داریم زندگی میکنیم. تعداد ما رو با تعداد آدمهایی که در اون نمایشگاه ماشین دارن کار میکنن مقایسه بفرمایید. آره تو حالا تو صنعت سینمایی ما فقط ما جلوی دوربینیم دیده میشیم. یه عده از این بچهای پشت صحنه هستن که من نمیتونم بگم چقدر عاشقانه دارن کار میکنن. راجع به مالیات گفتن که شماها چرا مالیات نمیدین؟ هیچ وقت ولی نمیگن شما چرا بیمه نمیشین. ولی اون بچه‌ای که پشت صحنه داره کار میکنه که ممکنه در 12 ماه 4 ماه بتونه کار کنه، اون مگه چقدر درآمد داره؟ و با اون حقوق اندک. بله من عجیبه اصلا. خیلی خوب،
چقدر تلخ شدم. خیلی حرف زدی. بله. وضعیت سینمامون رو چطور میبینی؟ من بیشتر بازیگر تلویزیونم تا سینما، خوشبختانه یا متاسفانه. یعنی بیشتر پیشنهادایی هم که داشتم. خب وضعیت بیشتر... تلویزیون رو چطور میبینی؟ راستش میگم خیلی پول ندارن که کار خوب بسازن. پول بودجه ندارن که کار خوب بسازن. یعنی هر جاشو هر کاری بکنن بالاخره این ماجرای بودجه خیلی اتفاق مهمیه. بله خیلی اتفاق مهمیه. بعدش هم یه سری تجربه ها هستش توی تلویزیون، متاسفانه درس عبرت نمیشه. من باور کنیم که از این فکر کنم نزدیک 90 خورده ای عنوان کاری دارم، یعنی اسم فیلم و سریال دارم، بگیریم مثلا 100 تا، از این 100 تا من 70 تاشو با 3 قسمت متن آماده رفتم جلوی دوربین. و شما وقتی که 3 قسمت متن دارین و نمیدونی بعدش چی میشه، خب سوار تجربتون میشین چون نمیدونین این نقشه تش چی میشه. درست. ولی وقتی یه فیلمنامه کامل باشه شما میتونین نقشه بکشین براش که از آ تا زدش من چیکار میتونم بکنم. برای همین خیلی از کارهایی که رفتم رو پشیمانم، ولی پول نداشتم بعد میرفتم کار میکردم. تو درآمدت فقط همینه؟ بله. از این کار من هیچ کار دیگه بلد. خب تصمیم نداری که از ایران بری؟ ببینین آقای مدیری، من الان همه چیم بر اساس جانیار تقسیم بندی میشه. اگر واقعا سلامت جانیار، من متاسفانه 2 سال پیش بچه‌ام 10 روز در بیمارستان به دلیل آلودگی هوا بستری بود و من تو اون 10 روز واقعا به جد تصمیم گرفته بودم که بچه‌مو بردارم ببرم. اشکال گندش اینه که معنی نمیدم خارج از ایران، معنی نمیدم. اگر معنی میدادم شک نکنین که من بچه‌مو برمی‌داشتم و میرفتم. چون اون 10 روز برای من و همسرم خیلی وحشتناک بود. میفهمم. و بعد یعنی میفهمم. و میگم که این یه چیزایی هست تو کشور ما خیلی به نظر مسئله مهمی نمیاد، اما توی یه برنامه دیگه هم گفتم، وزارت بهداشت اعلام کرد سالانه 30,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا میمیره. پدر من بر اثر آلودگی هوا مرد. یعنی سالانه 30,000 نفر، خود وزارت بهداشت اعلام کرده. و هر روز صبح که پا میشین همون بساطه، هر سال همون بساطه، و انگار دیگه کلن کسی به فکر این ماجرا نیست و این فاجعه ایست که داره مدام تکرار میشه و ما نمیدونیم چی به سرمون داره. مثلا یکی از چیزایی که راجع به کار ما هستش، پدر من دقیقاً در روزی که تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده بود، کل تهران نه فقط مدارس، به دلیل آلودگی هوا ادارات هم تعطیل شده بود، در خیابون مشغول فیلم برداری بودن. ولی خب کسی اصلا به اینا توجهی نداره. بله بله. بحث رو عوض کنیم. بفهم. تا حالا تست بازیگری ازت گرفتن که بهت بر بخوره؟ نه. یا برات خنددار باشه اصلا؟ من فقط ترم 1 که بودم زیاد تست بازیگری دادم، بعدش خدا رو شکر. یعنی چون بعضی از کارگردانان هستن که عادت دارن، حتی بازیگر حرفه‌ای رو میگن باید دوباره تست بده تا ببینیم با نقش ما نزدیکه. من زیاد با اون کارگردان حرفه‌ای کار نکردم. تست دادن به نظرت چیزه؟ یعنی کاری؟ با اون زمانی که من اولین کاری هم که بازی کردم، خدا بیامرز آقای بهمن زرین‌پور رو، توی بورد دانشکدهمون یه فرمی زده بودن برای یه سریالی که من رفتم تست دادم، نقشم فکر کنم نقش 20 اون سریاله بود، مثلا حتی نقش مکملم نبود، یعنی در کل مثلا 30 قسمت سریال فکر کنم مثلا 20 تا سکانس بازی داشت. من اونجا رفتم تست دادم، قبول شدم، ولی کار بعدی آقای زرین‌پور نقشه یکشون رو بازی کردم. تست دادن اساسا دوست داری؟ نداری؟ نداشتی؟ هیچ وقت داشتی؟ من 5-6 بار تست دادم، ولی یه تست الان بده. بدم. این گوی رو نگاه کن. بله. از دور به نظرت میاد بدون کلام، بدون حرکت دست و اینا، چقدر زیباست؟ <تص->
حالا همون جوری این حسو بده که چقدر گرونه. حالا این حسو بده که این گوی چرا اینجاست؟ نه من نیستم، به من میگه. به من یواشکی اینجوری میکنه. چرا اینجاست؟ من نیستم. من دارم به شما تست میدم. نه اصلا منی وجود نداره. داری با خودت فکر میکنی چرا اینجاست؟ وزن این گوی چقدره؟ این چهارتا الان با هم چه فرقی داشت؟ شما با تریلی از روم رد شدیم. نه ولی خیلی جالب به من میگفت چرا اینجاست؟ بزرگترین ترست برزو چیه در زندگی؟ فضای بسته. و هیچ وقت فکر کردی؟ دو هفته پیش رفتم امارای دادم، داشتم سکته میکردم، بعد رومم نمیشد بگم میترسم. امارای؟ آره. فکر میکنی ریشش از کجاست؟ نمیدونم. هیچ چیز نمیدونی راجبش؟ نه. از همه حیوانات هم غیر از اسب میترسم. از همه حیوانات هم میترسی؟ سگ. وای. تا حالا سورپرایز شدی؟ بله. با چیزی که ازش بترسی؟ بله. بد بوده؟ مردم. و چه جوری میشه از حیوانات ترسید؟ آخه اصلا از حیوانات دوست داشتنی تر مگه اصلا وجود؟ آقای مدیری واقعا حرف شما درسته. من توی 6 سالگیم 2 تا سگ گله منو گاز گرفتن و دیگه نشد باهاشون دوست بشم. مثلا یه سگ گرفته بودیم مشهد که بودیم خونه ما حیات داشت، این اولش 21 روزش بود می‌لرزید، بعد 6 ماهش که شده بود من دیگه مثلا میبستنش، من غذا رو با پا اینجوری میذاشتم جلوش، یعنی حتی جرئت نمیکردم غذا رو اینجوری بذارم. چند تا کلمه میگم، با یک کلمه یا یک جمله کوتاه جواب بده. پرسپولیس. کوتاه. تیم دوست داشتنی. رامین جوادی. نمیشناسم. رامین جوادی اسم خودم تو یه کاریه؟ نه. چرا؟ نه. پس نه نمیشناسم. ماقوت. جا؟ ماقوت. ماقوت چیه؟ ماقوت. حلوای مشهدی خیلی معروف. معروف نیست اصلا ماقوت. ا اصلا معروف نیست. کسی که شما به شما داره اطلاعات میده اصلا تو... اصلا من نشنیدم ماقوت. اصلا تو مشهد به حلوا میگن ماقوت. نه آقا اصلا اینجوری نیست. خیلی اگه من مشهدیم، شما اگه 18 سال مشهد بودین یا من اصلا تا حالا هیچ وقت بهم نگفتن بفرمایید ماقوت. اوکی. کتاب. واه، بهترین دوست زمان کودکی. عارف لرستانی. من هنوز داغدار عارفم. روح شاد واقعا. خسته شدی؟ نه. شما خسته شدید؟ بله. من اگه شوخی میکنم برای اینکه برزو یکی از بهترین دوستان منه، اینقدر دوست داشتنی، اینقدر با معرفت، اینقدر مهربان، اینقدر امین از هر لحاظ و حرفه‌ای در کار که حد نداره. هر چی بگم کم گفتم. حرف آخر. ببین در طول برنامه شاید
یه بخش‌هایی از این سوالی که میخوام بپرسم رو پاسخ دادی در لابلای حرفات، ولی اوضاع جامعه رو چطور میبینی؟ به چه سمتی میریم؟ به نظرم با یه سری توجهات خیلی اندک، اگر که ما نسبت به خودمون داشته باشیم، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. بله کوچیکا، مثلا دارم بهتون میگم، من اینو فکر کنم 10 بار گفتم، آسون‌ترین کار در رانندگی اینه که شما بین دوتا خط حرکت کنی. از این آسون‌تر اصلا در رانندگی وجود نداره، یعنی از بوق زدن هم راحت‌تره. این در ایران سخت‌ترین کار ممکنه. یعنی جزء سخت‌ترین کارهای ممکن اینه که شما بین خطوط حرکت کنی. این به نظرم خیلی چیزها رو نشون میده. یعنی اگر که قرار باشه به این چیزی که من گفتم مثل یه تابلوی نقاشی بهش نگاه کنین، خیلی اتفاقات مهم میفته اگر که ما بلد باشیم که بین این خطوط رانندگی کنیم، بین این خطوط زندگی کنیم. نه روی خطوط، بابا بینش باید بریم. اون وقت نظم پیدا میکنیم، سرعتمون بهتر میشه، زیباتر میشه. به هر حال منظورت از این یک مثاله برای کل زندگی. برای کل زندگی ما اصلا بین خطوط زندگی توی روابط، توی تو همه چی شورشو در میاریم توی... واقعا شورشو در میاریم. یعنی منظورت اینه که بخش بزرگیش به خود ما مربوطه. بله مربوطه. آره ما ماشینهایی داریم که استاندارد نیستن، باعث مرگ خیلی از هموطنان ما شدن. ولی وقتی شما از جا شونه خاکی حرکت میکنی، این اصلا ربطی به امنیت ماشین و اینا نداره. این فقط به ذهن تو ربط داره. درست. اینا به نظرم خیلی مهمه که بهش فکر. درست. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. خیلی ممنون از شما. و امیدوارم همواره بدرخشی، خودت، همسر و جانیار. خیلی ممنون. سلامت باشید که اینقدر دوست داشتنی هستید هر سه. و بهترین آرزوها رو برات دارم. منم همین. خیلی ممنون. می‌بینم. یه توصیه هم دارم برای نسل جوان. واقعا همه اتفاقات دنیا جهت خندیدن ما اتفاق نمیافته. ما پدرها گاهی احتیاج داریم آدمهای خبره‌ای به نظر برسیم. تو اینجور مواقع حق ندارید به همون بخندین. پدر رفته برنج بخره، بقیه خانواده توی ماشین نشستن، پدر یه مش برنج میگیره کف دستش، تکون میده، ها میکنه، بو میکنه، میخواد فروشنده فکر کنه این برنج شناسه. یهو بر میگرده میبینه تو ماشین همه دارن ریسه میرن از خنده. البته خود پدرها مقصرن، بعضیا اصل رو گرفته تو نور نگاه میکنه میگه آها این اصله. بابا میرن خونه اصلا این نه آبغوره است. بله نظرات شما. توف تو روحت. این دیگه قبلا شرف هم بود. بعدی مدیری حیف تو نیست. بعدی پیکان 48 لاکاغذی. بعدی چرا انقدر وسط برنامه آب میخوری؟ پاسخ به سوالات حقوقی در دایرکت. بعدی برنامه تون یه جوری سانسور میشه که دیگه از ترسم پلکم نمیزنم، یه وقت چیزی رو از دست ندم. بعدی امشب نماینده شهرمون شام میده، بریم. بعدی
چجوری زن بگیرم با این اوضاع. بعدی، از اونایی بگو که به خاطر واردات بنزین نذاشتن خودروی برقی وارد بشه. بعدی، خیلی محسوسه که ماله میکشید. بعدی، چی بگم؟ بله، بعدی، اینو فالو کن، خیلی خوبه. خب، و الان یه بیننده محترم پا به سن گذاشته ای به من گفت ببخشید مدیری، این که شما روی صحنه بپر بپر میکنی جزو شوخی های برنامه است؟ گفتم من بپر بپر میکنم؟ گفت آره مادر، ببین مثلا سمت چپ صحنه وایسادی داری یه چیزی میگی، یهو میپری سمت راست یه چیز دیگه میگی. گفتم نه نه مادر جان، من نمیپرم، تصویر میپره. گفت تصویر مگه میپره؟ گفتم یه وقتایی صلاح میدونیم مثلا یه چیزی پخش نشه، یه قیچی کوچولویی وسطش میزنن. گفت تصویر قیچی میزنن؟ گفتم اصلا ولش کن، خونه هم همینطورم، دارم تو بالکن گلدونا رو آب میدم، یهو به خودم میام میبینم که رو کاناپه نشستم کنترل دستمه. شما هم به گیرندای خودتون دست نزنی، عوامل فنی برنامه دارن روی من کار میکنن که این مشکل هر چه سریعتر برطرف بشه. از روش‌های رایج حالا سانسور کردن اینجور برنامه ها اینه که مجری داره حرف میزنه، یهو یه نمای بی ربط از تماشاچی ها پخش میکنن، وقتی برمیگردن مجری اصلا داره چیز دیگه میگه. بعد ای کاش اون نماهایی که از تماشاچی ها میدن یه ربطی به چیزی که مجری داره میگه داشته باشه. من دارم سلام علیک میکنم، یه نما از تماشاچی نشون میده، همه دارن قشقش میخندن. به چی دارن میخندن؟ خیلی خوش اومدین مثلا، خنده داره. انتظار میره کمی حرفه‌ای تر و تمیزتر عمل کنید. حداقل اختتامیه جشنواره فجر رو دیدین؟ یه مجری نشسته بود تو بالکن، هر کی می اومد رو سن یه ذره حالا خارج میزد، کات میزدن به بالکن، مجری با لبخند از اشعار بیدل دهلوی میخوند. و مدام هم زیر چشمی اون رو سن رو نگاه میکرد که اگه حرفای مورد دار تموم شد به تماشای ادامه برنامه دعوتمون کنه. یه خانم، یه آقا، شما بیاین. بله، یه خانم. خانم بفرمین، بفرمین. سلام، قربون شما، بفرمین. خانم شغل شما چیه؟ سلام عرض میکنم. سلام. من مربی شنا و نجات قایق هستم. به به، چقدر عالی. شما قربان؟ شغل من آزاده. آزاد؟ بله. خیلی خوب. یعنی من استاد زبان هستم. جان؟ استاد زبان هستم. استاد زبان؟ بله. خیلی خوب. وقتی که روتون نمیشه، سوالم اینه، وقتی که روتون نمیشه یه درخواستی رو مطرح کنین به صورت مستقیم، چه جوری مطرحش میکنین؟ مطرح نمیکنین. مطرح نمیکنین؟ نه، یعنی خیلی باشه اون سال اگه خیلی واجب باشه و آره، خیلی حیاتی باشه، سعی میکنم ببینم طرف مقابل چه شرایطی داره. بله. میسنجم و حالا یه جوری. یعنی پیامک میدین یا مستقیم میگین یا به کسی دیگه میگین بهش بگه؟ سعی میکنم خودم مستقیم باهاش صحبت کنم. تا حالا تو این موقعیت بودین؟ آره پیش اومده
که از یه موزی ناراحت بودم، حالا خواستم به طرف فکرم که چنین چیزی بوده. و اینکه بعد جواب رد شنیدین تا حالا؟ آره قطعا. و خیلی بد بوده؟ آره خب. شما بگین اگه بخواین یه چیزی رو به کسی بگین روتون نشه از چه طریق میگین؟ از طریق کسی دیگه اینو بالا بگیرین؟ سعی میکنم راستش رو بگم. بله والا ببخش. بله خجالت میکشم دیگه. که بگی؟ بله. خب به کسی دیگه میگین که بگه یا اسمس میدین بهش؟ اگه خیلی واجب باشه چی کار میکنی؟ اسمس میدم. اسمس میدین؟ بله. تا حالا این کارو کردین؟ بله. جواب رد شنیدین؟ تا حالا از کسی در تقاضای پول کردین؟ نه. نه. شما چی؟ نه. نه. اگه جای گیر کنید و اولین نفری که بگین کیه تو اینجور موارد؟ فکر میکنم خانوادم دیگه، حالا یا مامان یا همسرم. خانواده یا همسر؟ مادر یا همسر؟ شما چی؟ مادرم. مادر؟ بله. عزیزترین موجود جهان. خب کارتون خوبه اوزاش؟ مربیگری شنا و؟ نه متاسفانه. چون حالا چرا؟ باید حالا نسبت به استخری که هستش، مدیرا معمولا کسایی که دوستاشونن و اینجور چیزا میارن، و اینکه حالا ما خودمون باید تلاش کنیم که حالا دیده بشیم دیگه. بله بله. چه زبانی تدریس میکنیم؟ زبان ترکی استانبولی. ترکی استانبولی؟ بله. اونجا زندگی کردین؟ نه. نه نه خیر. از کجا یاد گرفتین؟ پایین شهر. آه یعنی خودتون خوندین؟ بله. خودتون یاد گرفتین؟ کلاسش رفتین؟ کلاسش رفتین. خیلی هم عالی. آقا بهتر بودن دستا بالا؟ خانم بهتر بودن؟ هر دو به یه اندازن؟ ولی یک چیزی بگم، من اینجا دو تا از اینا داشتم و تموم شد، دادم. نه حالا اجازه بدید، من خواهش میکنم که بعد از برنامه تشریف داشته باشین که دو تا هدیه ها رو خدمتتون دوستان تقدیم کنن. مرسی. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. بله و حرف آخر. معمولاً این وقتای سال که میشه مسئولین مربوطه اعلام میکنن مردم یه وقت نگران کمبود میوه شب عید نباشن، به اندازه کافی سیب و پرتقال و موز و اینها در انبارها ذخیره است، کلن هممون یه نفس راحت میکشیم، خیالمون راحت میشه. دیدین؟ باید بگیم که بله خیلی متشکریم، دست شما درد نکنه، فقط یه اشکال کوچیک وجود داره اینجا. در واقع الان نگرانی مردم اینه که اصلا آیا میتونن اون سیب و موز و پرتقال و اینا تو انبار ذخیره کردین و اصلا بخرن؟ میفهمیم گرون شده، یا سری تکون میدیم رد میشیم. در مورد بقیه چیزا هم همینطور عرض کردم. شکایت چندانی دیگه از ترافیک نداریم، از آلودگی هوا نداریم، از بیکاری نداریم. امشب یکی دو بار با پدرها شوخی کردم. این رو هم باید بگم که پدرها واقعا گناه دارن. حس مفید بودن رو از پدرها نگیریم. پدری که بزرگ شدن بچه هاش رو ندیده چون باید خیلی کار میکرده، چطور میتونه از خودش راضی باشه؟ یه دوستی به من گفت مثل سابق از برنامه‌هات دیگه لذت نمیبریم. گفتم چشم، ما سعی میکنیم بهتر شیم. خیلی ممنون که امشب انقدر گرم در کنار ما بودین و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر و خداحافظ.